خانم ها، آقای همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون پیشکش میکنم. همه شما خبرهای مربوط به مسائل مهاجرت و ویزاهایی که آقای ترامپ در زمان تبلیغات انتخاباتیش بهش اشاره کرده بود و ایده تصور میکردن که اینا بیشتر شعارهای انتخاباتی تا عملی، ولی حالا متوجه شدن که آقای ترامپ داره یک به یک تمام اون برنامه ها رو پیاده میکنه. اما در بین پیاده کردن این برنامه ها که آقای ترامپ قولش رو به مردم امریکا داده، داره مسائلی پیش میاد که مربوط به همیهنان ما هم میشه. البته آقای ترامپ مسئله اقلیت‌های مذهبی رو در اینجا جدا کرده در مورد ایران، اما تأسف‌آور اینجاست که افراد کشورهایی، یعنی ملت‌هایی که اجازه ورود به ایالات متحده آمریکا برای اونها مشکل شده، عبارت هست از عراق، حتما شنیدید دیگه، عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی و یمن. این واقعا جای تأسف داره. یک حکومت جابر، دزد و شکنجه‌گر و تروریست در میهن ما حاکمه، همه میدونن، کمک میکنه به حزب الله لبنان، از دهان مردم ایران میدزده و میده به حزب الله لبنان برای اینکه از اونجا موشک پرت کنه در اسرائیل، تا وجود خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای به دنیا و میون کشورهای عربی ثابت کنه. پول میده به طالبان که اخیراً رو شده که در افغانستان طالبان رو تقویت بکنه برای اینکه بگه ما در افغانستان حضور داریم. از دهان مردم ایران میدوزه، پول میده به حوثی‌ها در یمن و اونا رو تقویت میکنه از نظر تجهیزات، از نظر بیمارستان، از همه نظر بهشون پول میده برای اینکه با دولت یمن بجنگن در پشت مرزهای عربستان سعودی تا ثابت بکنه که ما در منطقه حضور داریم. در بحرین همینطور، در امارات متحده عربی همینطور، در عراق به خصوص همینطور و در سایر کشورها. در داخل مردم ما تحت شدیدترین فشارهای یک حکومت وحشی قرار دارن، طوری که امروز چندین سازمان و نهاد حقوق بشر اعتراض کردن به ایران که در هیچ کشوری شما نمیبینید که خبرنگار خوب هستن. میدونید که ترکیه الان اولین کشوری است که درش تعداد بیشماری خبرنگاران رو دستگیر کردن، زندانی کردن، ولی هرگز نشنیدید در عقب افتاده ترین، مستبد ترین، دیکتاتوری ترین حکومت ها بیان خبرنگار رو هم دستگیر کنن هم شلاق بزنن. اصلا یه همچی چیزی وجود نداره. حالا شلاق برای چی؟ یه خبرنگار در ساوه گفته که آقا تعداد 30 تا موتورسیکلت در شهر همینطور که رفت آمد میکردن به وسیله نیروی انتظامی اینا توقیف شده. بعد نیروی انتظامی توضیح داده که اینا 30 تا نبودن، 10 تا بودن. خبرنگار برداشته عین گزارش نیروی انتظامی رو طبق قانون مطبوعات
در روزنامه چاپ کرده که نیروی انتظامی اعتقاد داره گزارشی که من دادم یا ما دادیم خلاف تعداد 30 تا نبوده 10 تا بوده. بنابراین مسئله اینجاست که میتونستن خبرنگار رو و مدیر روزنامه رو صدا کنن بگن از این پس تعهد بگیرن شما در آمارهایی که میدید باید صداقت روزنامه نگاری رو حفظ بکنید. ولی در تمام دنیا با همه حرفا مرسومه که روزنامه ها یه مطلبی رو مینویسن، کسانی که اعتراض دارن با دلایل و مدارک ثابت میکنن که این خبر دروغه، بعد خبر رو اون روزنامه موظف چاپ کنه. ولی از اونجایی که در حکومت وحشی آخوندی در ایران مسائل فقط از طریق جبر، زور، زندان، شکنجه و کشتار حل میشه، بنابراین این مسئله رو اینطوری حل میکنن، خبرنگار رو میگیرن شلاق میزنن، علاوه بر این وادارش میکنن خبر رو که خبر رو منتشر کرد تصدیق کرد که دیگه از این غلط ها نکنه. اون وقت شما میخواین در این مملکت این دزدی های کلان که صورت میگیره خبرنگاران حالا هر چقدر وجدان کاری داشته باشن بدون ترس و واهمه نیان یه خبری رو بنویسن؟ خب میگن اگر شما دیگه خودسانسوری هم گذشته، ترس از شلاق یه خبرنگار اینا اومدن برای ما بهار آزادی رو آوردن دیگه بهتر از این میخوان؟ اصلا چنون بهار آزادی برای ما آوردن که واقعا کشورهای دیگه اون مردک عراقی زاده یعنی اون آقای شاهرودی قبلا گفت، گفت من به هر کشوری که مسافرت میکنم این کشورها از ما میپرسن آقا این قوانین مترقی قضایی شما میشه ما هم ازش کپی بگیریم؟ این عین گفته شاهرودیه. میتونید برید توی این شماره های روزنامه کیهان و روزنامه های ایرانی تو آرشیو پیدا کنید عین گفته این مردکه که میگه علاوه بر کشورهای مسلمان بسیاری از کشورهای غیر مسلمان آسیا و آفریقا حتی آمریکای لاتین، من که مسافرت میکردم به من میگفتن آقا این قوانین مترقی قضایی شما رو میشه ما هم ازش استفاده کنیم؟ شما تصورش رو کنید هیچ کجای دنیا شما پیدا نمی کنید که خبرنگار رو بگیرن شلاق بزنن، کتکش بزنن، شکنجهش بدن، باید هم بزنی زندان. زندان های طویل المدت، نه یه سال دو سال، میدین سلواتی مقیسه اینایی که این جانورایی که به جای قاضی نشستن در اونجا ولی در حقیقت نوکرن، نوکر یه عده آخوند مثل خودشون دوست، اینا کارشون اینه که گوش به زنگ هستن مقامات امنیتی برای این آدمایی که گرفتن دربند کردن آوردن تو دادگاه چقدر زندانی در نظر میگیرن، چون اینا که قاضی نیستن، اینا یه عده شکنجهگر قاتل خودشون. بنابراین دادگاه 10 دقیقه و 5 دقیقه میدونید که از زمان اول انقلاب در زمان امام کبیر و اون نمیدونم روحانی معروف که همه این اصلاحاتچی ها میگن این موضوع میگن دوران طلایی امام، از دوران طلایی امام این جریان وجود داشته داره، یعنی یک آدمی رو می آوردن بدون اینکه وکیل داشته باشه، بدون اینکه اجازه دفاع داشته باشه، میارن در یک دادگاه فرمایشی، رئیس دادگاه هم دادستانه هم شکنجهگره، هم اصلا نمیذاره کسی صحبت میکنه. من داشتم توی یوتیوب نگاه میکردم محاکمات اولیه که اون مردک گیلانی، محمدی گیلانی، اون شوهای سکسی میذاش روزایشه جمعه توی تلویزیون که اگر مثلا دیوار خراب شه، زلزله بیاد، نمیدونم یه مردی بیفته عمش طبقه پایین باشه، بچه اینا چی چیه اینا، از این حرفا میزد دیگه که میگفتن گیلی شو، یادتونه که این آدم توی دادگاه اجازه نمیده دارن فیلم برداری میکنن، اجازه نمیده به کسی که متهمی یک کلمه حرف بزن، تمام مدت قصص قرآنی میگه. اون طرف میگه آقای رئیس دادگاه میگه شما صحبت نکن،
من میتونی برید ببینید، مخصوصا محاکمه عباس امیرالرضا، یک لحظه اجازه نمیداد اون آدم حرف بزن، همش خودش صحبت کرد و عاقبت هم محکوم کرد اون رو به اعدام، که بعدا یک درجه تخفیف. بازرگان اومد گفت آقا من به عنوان رئیس دولت به ایشون گفتم با فلان و فلان تماس بگیر، این گفت نه خیر شما بیخود بگیر. بازرگان بیرون که در درس داد کن کاری ندارم. منظورم اینه این پایه لق و از زمان امام کبیر گذاشتن، همون کسایی که اصلاحچی ها و سنتگره ها هی از قول ایشون نقل قول میکنن، دروغ و درست و اینا هرچی. حالا دوران طلایی، الان با آقای کروبی صحبت کنیم که دوران طلایی ما، با آقای موسوی صحبت بکنید میگه دوران طلایی ما، با هر کدوم از این اصلاحچی ها صحبت کنید اینو میگن. یعنی کوچکترین انتقادی نسبت به گذشته با همه کشتارها با همه خلاف قانونی ها ندارن هیچ کدومش، همه در این مورد متفق العقیده هستن، فقط معتقدن که الان این آقای رهبر معظم رئیس واقعی داعش ایشون یه مقداری انحراف داره از خط امام. اونا میگه، اونا میگه اینا انحراف دارن. حالا کاری ندارم، میخوام اینو براتون بگم. آقای ترامپ بدون اینکه در نظر بگیره یک حکومت جابر در ایران بر سر کاره، که علاوه بر این که هموطنان بهایی ما رو میگیره از دبیرستان ها بیرون میکنه، از دبستان ها بیرون میکنه، از دانشگاه بیرون میکنه، مغازه هاشون رو میبنده، خونه هاشون رو نمیدونم مصادره میکنه، حتی تو خیابون اینا رو با تیر میکشن، با نمیدونم تبرشون حمله میکنن، که وحشیانه ترین کاریش که در تمام دنیا صورت میگیره. علاوه بر این هموطنان مسیحی ما رو میکشه، هموطنان یهودی ما رو هم کشتن، دیدید ارگانیان گرفتن کشتن، همین که ساختمونش پلاسکو هنوز از زیر جنازه میاد بیرون، آلومینیوم رو ساخت اونجا رو ساخت، چندین کارخانه اونجا رو برد، چون پولدار بود کشتنش پولاش رو خوردن. و بسیاری از هموطنان یهودی ما، باهایی ما، نمیدونم مسیحی ما، همه اینا رو یا زرتشتی ما به یه نحوی چندتاشون رو گرفتن کشتن پولاشون رو خوردن. خب اینا کنار، علاوه بر اینا ما در ایران تعداد بیشماری آدمایی داریم که اینا شیعه هستن، درست مثل خود این رژیم. 12 امام رو قبول دارن، معصومین رو قبول دارن، قوانین اسلامی رو قبول دارن، مال شیعه رو همه رو قبول دارن، فقط یه ایراد دارن، میگن آقا با دخالت روحانیت در کار سیاست و دولت دین شده مضحکه عده زیادی از مردم و این ضرر میزنه به دین. مشکل اینا اینه. نمونش آقای بروجردی کاظمینی یا کاظمینی بروجرد، نمونش آیت الله شیرازیه، نمونش آیت الله قومی بود که در بعضی از موارد خیلی حرفای عجیب و غریب هم اینا میزدن، یعنی آدمایی هستن که معتقدن قمه زدن درسته در اسلام، نمیدونم زنجیر زدن درسته، خیلی از قوانین دیگه، ولی ایرادشون این بود اینا رو نتونستن تحمل کنن. آیت الله قومی رو تو آخرین لحظه تو خونش نگه داشتن تا مرد. آیت الله شیرازی اول اینقدر نگه داشتن تو فوت کرد. حالا برادر این آیت الله شیرازی که در قوم عده زیادی در ایران، امارات متحده عربی، نمیدونم کویت، در کشورهای مسلمان طرفدار شیعه هستن، طرفدار داره، اینا نمیتونن بهش دیگه تعدی کنن چون میدونن که شلوغ میشه. منتها میگن این شیعه انگلیسیه، چون در خارج از ایران هم اینا دو سه تا تلویزیون دارن آیت الله شیرازی که نظریات که آیت الله شیرازی رو منتشر میکنن، اینا میگن اینا این آیت الله شیرازی و طرفداران شیعه انگلیسی را انداخته. حالا میخوام اینو بگم، علاوه بر اینا هموطنان سنی ما که در کنار تمام مرزهای ایران هموطنان سنی ما وجود دارن، اهل سنت، تعدادشون هم 22 تا 25 میلیون نفره، اینا حتی اجازه ندارن در شهرهای بزرگ ایران مسجد داشته باشن برای اینکه بتونن برن اونجا نماز بکنن، یا بعد برن تو مسجد سفارت پاکستان
یا برن کشورهای عربی که اونجا هم بهشون مهر میزنن. حالا در تمام مناطق سنی نشین ایران برداشتن مساجد شیعه گذاشتن، اینا هم یکی دو تا مسجد اجازه دادن که بزنن، تازه اونجا مرتب براشون مشکل به وجود میاد. یکی نیست به این آقای ترامپ بگه که آقا این مردم ستم کشیده ای که زیر دست این رژیم وحشی قرار گرفتن، شما راه اینا رو هم بستین، حتی اینا که در قرعه کشی شرکت میکنن. شرایطی که آقای ترامپ گذاشته عجیبه، میگه کشورهایی که از نظر امنیتی و اطلاعاتی با آمریکا همکاری نمیکنن، شهروندانش نمیتونن وارد امریکا بشن. خب این که مشخصه، سازمان امنیتی ایران و دستگاه اطلاعاتیش اطلاعی در اختیار آمریکا قرار نمیدن. بریم ببینید الان همین آقای روحانی که خودشونه همه قوانین جمهوری اسلامی رو قبول داره، با دستور رهبر اومده با این آمریکایی‌ها نشسته صحبت کرده، حالا اون رهبر برای اینکه خودشو یه آدم نمیدونم پاک و بدون قلقش اینا جلوه بده، همه تقصیرها رو انداخته این گردن روحانی و ظریف و دیگران که اینا رفتن با آمریکایی‌ها مذاکره کردن. من از اول گفتم آمریکایی‌ها دروغ میگن که همه شما میدونید. حالا در یه همچین شرایطی که یه شانسی بود برای دانشجویان ایرانی، برای اقوام ایرانی که بیان، متجاوز از 1,200,000 ایرانی الان در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنن، اینا خواهر دارن، مادر دارن، پسر دارن، دایی دارن، اینا دلشون میخواد سالی، اینا که نمیتونن برن ایران، تا میرن میگیرنشون بر بهانه، اونا لااقل بیان اینا رو ببینن، اینا رو هم آقای ترامپ داره جلوشون میگیره. چه کشوری با وجود همه توحش که جمهوری اسلامی کرده، شما یک مورد پیدا نمی کنید یه ایرانی به خودش بمب ببنده بره جایی رو منفجر کنه؟ یک نفر فقط در مونیخ، یه بچه جوان ایرانی این کاری کرد، اونم گفت من آلمانی هم، من ضد خارجی هم. اونم از این مسلمانان نمیدونم کمربند انتحاری نداشت. شما ببینید در جریان وقایع 11 سپتامبر 15 نفر از این کسانی که دست به اون جنایت عظیم زدن در ایالات متحده از عربستان سعودی بودن یا از مصر بودن، یک ایرانی نبود. حالا اونا آزادن، پاکستانی ها آزادن، مصری ها آزادن، عربستان سعودی آزاده، همه کشورهای عربی آزادن به جز یمن، عراق، سوریه، سودان، سومالی، اونم که هیچ کدوم اینا نه دولت درست حسابی دارن نه چیزی، یعنی ماها رو قاطی اینا کردن. مردم ایران رو میگم، مردم ایران، شما بعدن برداشتید مجزا کردید بجز کسانی که با پاس دیپلماتیک میان و یا برای ماموریت اداری میان، تمام این تروریستایی که تو جمهوری اسلامی هستن با پاس دیپلماتیک و پاسای خدمت میان، ولی مردم عادی، مردم مظلوم معمولی اینقدر بدو این سفارتخونه ترکیه چقدر خرج کنن، یا برن امارات یا برن اونجا چقدر توهین بشنون تا بتونن ویزا بگیرن بیان اینجا پسرشون رو ببینن یا دخترشون رو ببینن یا اقوامشون رو ببینن، جلو اینا رو عملی گرفتن. و من تعجب میکنم ما 1,200,000 ایرانی داریم در آمریکا که اینا یه قدرتن. 850 میلیارد دلار ثروت ایرانی‌ها در آمریکاست که میتونست بودجه 3 تا 4 تا کشور باشه. ولی من تعجب میکنم که در این مورد چرا همه ساکتن، تک و توک سر صدایی در میاد. حتی بعضی هم بعدشون نمیاد، میگن قوانینی که آقا جلوی اینا رو میگیره، کدوم ها رو میگیره؟ 500,000 دلاری که میدادن میومدن اونجا بلافاصله بهشون گرین کارت میدادن، کی از اینا استفاده میکرد؟ مردم معمولی یا بیشتر این سپاهیان خونخوار و شکنجهگر و آدمکش یا آخونده و فرزندانشون؟ وگرنه مردم معمولی که بعد صبحشون بودن نمیدونم 4 تا 5 تا کار بکنن تا بتونن زندگیشون رو بگذرونن. اینطوری وضعیت مردم ما. در هر صورت این قوانینی که آقای ترامپ امضا کرده و به مرحله عمل گذاشته بسیار به ضرر
مردم ایران همیانان گرامی تموم شده و من متاسفم واقعا. یعنی معتقدم که اولین وظایف ما هر ایرانی که در امریکا هست و مجزا از این تروریستای جمهوری اسلامی هست، وظیفش اعتراض به این روشه. و این که ما به اینا بگیم آقا ملت ما 7000 سال تاریخ داره، ما کهنسالترین کشور دنیا هستیم، ما ملتی هستیم که در 2500 سال پیش حقوق بشر رو رعایت میکردیم و قانون در موردش نوشتیم. آخه این درسته که الان مردم این کشور با اون تمدن و این هوش سرشار که در ناسا و نمیدونم جاهای دیگه هم ده ها ایرانی دارن زحمت میکشن و کار میکنن با اون هوش سرشارشون، حالا جلو ما اینا رو بگیرن نذارن بیاد تو امریکا؟ اونم جزء کیا؟ یمنی ها و سومالی ها و لیبیایی ها و عراقی ها بردن اینا. یعنی شما اگر جزء افغان ها باشید میتونید برید، جزء عربستان سعودی باشید 16 تا آدمکش و فرستادن تو هواپیما میتونید برید، مصر میتونید برید، همه این کشورها میتونید برید، اما عراق و سوریه و اینا ماها رو هم چپوندن قاتل اینا. و این تاسف واقعا من نمیدونم چی بگم. اما حداقل خانم ترانه علی دوستی میدونی که بازیگر سینما ایرانه که در فیلم فروشنده مال آقای فرهادی بازی میکنه با کمک اون آقای قصقر شهاب حسینی. این شهاب حسینی هم البته کسی بود که در موقع که برنده جایزه شد گفت من این جایزه‌مو به مردم ایران تقدیم میکنم، بعد رفت تو ایران جوگیر شد گفت این جایزه‌م میدم به آقا امام زمان، که باعث حیرت همه شد. که بعد دیدم تو چند جا تو دستای سینه زنی هم شرکت میکنه برای خوش خدمتی دیگه. ولی این خانم علی دوستی و فرهادی کارایی کردن که خیلی جالب بود. از خر فرهادی دیدید که اعتراض کرد به خیلی مسائل. خانم علی دوستی بسیار حرفای زیبایی میزنه وضعیت رو، آدم واقعا لذت میبره که اینا در اون شرایط ایران ببینه حرفاشون. ایشون گفته به دلیل این سیاست تبعیض آقای ترامپ در موردش، این روشی که در پیش گرفته، من به عنوان اعتراض در برنامه اسکار شرکت نمی کنم. میدونید که فیلم فروشنده جزء 5 تا فیلمی شده که 5 تا فیلم خارجی که میتونه در اسکار شرکت بکنه تا یکی از اینا برنده بشه. امکان خیلی زیاد هم هست که فروشنده اول بشه. اما باید حتما کارگردان به هنرپیشه اول زن و هنرپیشه اول مرد در این برنامه شرکت داشتن. خانم علی دوستی گفته من شرکت نمیکنم به عنوان اعتراض. واقعا رفتار بسیار خوبی کرده. اما یه مسئله که برای من خیلی تعجب آور بود، گزارشی است که امروز در خبرگزاری‌های به خصوص اروپا بسیار سر صدا کرده و این خبر اول بسیار از روزنامه‌های اروپایی است. این خبر رو براتون میخونم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که او به انجام شیوه‌های شکنجه مانند الغای حس غرق شدن باور دارد و به گفته او با آتش باید با آتش جنگید. میدونید که الغای غرق شدن هم اینه که سر متهم رو میگیرن میکنن تو آب تا مرحله‌ای که داره خفه میشه، یا آب میریزن توی دهانش تا این مرحله میرسه که حالت خفگی دست میده بعد اقرار میکنه. سوال این از آقای ترامپ، خب شما این کار میکنی اگر سربازان آمریکایی گرفتار این تروریست ها در سراسر دنیا باشن، خب اونا هم صدمه میبینن، یعنی اونا رو تحت شدیدترین شکنجه ها قرار بدن. میگن رئیس جمهور شما گفته که ما در برابر آتش باید آتش بزنیم، اونا تروریستن، شما یه دولت مسئول هستی. من نمیخوام با آقای ترامپ رو نمیدونم هیئت وزراش یاد بدم، ولی واقعا این حرفا خطرناکه. آقای ترامپ به شبکه خبری ABC گفته که او با جیمز ماتیس وزیر دفاع و رئیس سازمان سیا در این باره که با چه شیوه‌ای میتوان به صورت قانونی با افراط‌گرایی مقابله کرد مشورت خواهد کرد.
تازه مشورت هم میکنن، تصدیق اونا هم میگه. از راه قانونی چرا قانونی؟ اینه که شما آدم ها رو میگین کله شون بکنین تو آب و شکنجه بدین تا اقرار بکنن، این راه قانونیه؟ خب یه جمهوری اسلامی و این که حکومت های وحشی هم میگن آقا آمریکا رو ببینید، پس بنابراین ما هم کارامون درسته. اما خبر دیگه که میخواستم بگم راجع به این جریان پلاسکو، ساختمان پلاسکو، تا به حال 15 تا جنازه کشتن بیرون و من مطمئنم که ده ها نفر اگه نگم لاغت چندین نفر دیگه اون زیر ناپدید شدن و عده زیادی اصلا اجازه نمیدن که بیان مطرح کنن این مسئله رو و جنازه هاشونو میبرن این ور اون ور دفن میکنن و سر صدا میخوابونن. اگرم خبرنگاران اظهار نظری بکنن شلاق در انتظارشونه. بی خود نیست که جمهوری اسلامی شلاق میزنه، میدونه باید چه کار کنه. یعنی میخواد علاوه بر این که اینا رو میگیرن زندانی میکنن، شلاق هم بالا سر روزنامه‌نگاران باشه، بدون اگه یه خبری چاپ بکنن شلاق میزنن بهشون. دو تا خبرنگار هر کدوم به 444 تا شلاق محکوم کردن در شهرهای مختلف ایران. بگذاریم، آقای محسن سرخو گفته که اگر آتش نشانی دو تا هلیکوپتر داشت امکان نداشت که این ساختمون فرو برسه و گفته این ساختمون بسیار مقاوم هم بوده. نظر کارشناس هاست هر ساختمانی یک ساعت و نیم اگر آتش بگیره فرو میریزه، ولی این ساختمون 3 ساعت و نیم مقاومت داشته و این نشون که ساختمون ایرادی نداشته، ولی چون ساختمون بلند بوده و هیچ ساختمون دیگه مشرف بر این نبوده نمیرسیده این آب که بتونم. من دیدم آبی که میاد از این ماشین آتش نشانی فقط 4 طبقه رو میتونه خاموش کنه، بالا رو که اصلا صحبتش نکنه. در حالی که میگه اگر ما هلیکوپتر داشتیم با هلیکوپتر میتونستیم از اون بالا مواد بپاشیم و جلوی آتش رو بگیریم، ولی قیمت هر کدوم از این به اصطلاح هلیکوپترها گفته قیمتشم گفته نمیدونم مثلا 100 میلیون میارزیده، ولی به آتش نشانی ندادن. آخه نباید به اینا بدن، اینقدر آخونده هستن که میخورن و لفت و لیس میکنن و بعدم بقیهش هم که بعد بدن به حزب الله لبنان و بعد بدن به طالبان در افغانستان و بعد بدن به یمنی ها، اینا پول این چیزها رو نمیدن. معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، گور پدر آدمایی که اونجا هستن به اینا مربوط نیست. برای اینا مهم اینه که کجا میشه خورد، کیو میشه گرفت. رئیس قاضی القضاتشون 63 تا حساب باز میکنه، هی مردم رو میگه محاکمه کنید، وسیقهشون رو زیاد بکنید برای اینکه پول بیاد تو این حسابا، بهره این پولا رو بکنه. حالا بعد از همه این کارا مجلس اومده یه قانونی گذرونده که از این به بعد بعضی از سازمان ها از جمله قوه قضاییه و قوه مجریه اجازه ندارن پولایی که از مردم میگیرن بانگا بهش بهره بدن، اما تمام مؤسساتی که وابسته به رهبر دوزا هست مجزا شد. مقام معظم رهبری هر سازمانی که بیشترش هم زیر دست اونه، یعنی 90% سازمان های پول درار در اختیار مقام معظم روزخان بزرگی رهبر واقعی داعش، اونا مستثنا. قوه قضایی هم علت این که دست روش کشتن برای که دوزی ها روش شد. حالا گفتن از این به بعد این پولایی که میذارن از مردم میگیرن بابت وسیقه اینا، اینا رو میذارن بانک، دیگه که بانک اجازه نداره به اینا بهره بپردازه. خیلی واقعا شاهکار کردن، چقدر مردم باید از شما متشکر باشن بابت این همه کارهایی که شما دارین انجام میدین برای مردم و مردم متوجه نمیشن. اما 2-3 تا گزارش دیگه از امروز میخوام اینه به آگاهیتون برسونم که همکار بسیار خوب من خانم افشار، هنگامه افشار در برنامه من حضور دارن، راجع به تظاهرات زنان صحبت میکنن. این تظاهرات بعضیا خیال میکنن فقط به خاطر این تشکیل شد که بر علیه آقای ترامپ بوده، نه اینطوری نبوده. خانم
هنگام اخشار هم توضیح خواهند داد، قسمتش مربوط بوده ولی نه همش. اما محسن رفیق دوست همه میشناسید، اون که برادرش دزدی کرد زیر نظر خود ایشون و یه موقع هم رئیس بنیاد مستضعفان بود، چه دزدی هایی که از جمله همین ساختمان پلاسکو اینا رو زمان ایشون چه بخور بخور بگذره، حالا هم یه شغل آبرو منتر به قول خودشون دادن بهش، یه موقع وزیر سپاه بود. ایشون گفته هیچ استراتژیست نظامی در دنیا حمله به ایران رو تایید نمی کنه و همچنین با هیچ کشوری از نظر عدد و عده ما قابل قیاس نیستیم. وی اضافه کرده ما از نظر امکانات نظامی هم امروز در بهترین سلاح‌ها از آمریکا جلوتر است. یعنی چی میتونی شما به اینا دو تا موشک درست کردن، یکی بری میره یک بری. تازه درست هم نیست، از این اون گرفتن مونتاژ کردن دیگه، خدا رو بنده نیستن. میگه ما از نظر تکنیک در خیلی زمین ها از آمریکا هم جلوتر است. ما میتونیم میگه تا 2 میلیون 3 میلیون سرباز از مردم بخوان بیان تو جبهه، هیچ کشور دیگه نمیتونه، مثلا چین میتونه. اینا میگن شما با اینا میخواین چی صحبت کنید؟ اینا اصلا منطق سرشون نمیشه. بعدم این مرده که آخوند محمود عبداللهی، یکی از این آخوند گنده ها، آیت الگنده ها، عضو مجلس خبرگان رهبری، گفت که فضای مجازی به جهنمی از ناهنجاری های اخلاقی تبدیل شد. عبداللهی افزوده که امروز فضای مجازی سفره شهوترانی را پهن کرده و انسانی که نتواند حاکم بر شهوت خود باشد و به هر جایی که بخواهد برود مالک عقل خود نیست. ولی یکی نیست از ایشون بپرسه شما که غیرتت الان سر این چیزای مجازی جوش اومده، شما که یه تار موی اسلامتون رو به هم میریزه، چرا اون که بغل دست رهبر نشسته قاری قرآنه به 11 تا بچه تجاوز کرده، اونا غیر اخلاقی نیست؟ اونا رو نباید کسی بهشون حرف بزنه؟ تازه پرونده ساختن بر علی شاکیا که شما که این آقا بهتون تجاوز کرده، پدر مادراتون چرا شکایت کردن؟ مملکت آقا امام زمان شده دیگه. گفتگو میکنم با خانوم، من اجازه میخوام از امیر خواهش کنم یه قطعه، یه اطلاعیه یا یه آگهی یا دوتا آگهی پخش بکنه تا من گوشی رو بزنم بتونم با خانوم افشار صحبت بکنم و خانوم افشارم بیارن روی خط تا من بتونم راجع به این مسائل تظاهرات زنان و زنان ایران با ایشون صحبت بکنم. خب عمیانان گرامی، همونطور که وعده کرده بودم الان گفتگو میکنم با سرکار خانم هنگامه افشار. من باستی بگم که خیلی خوشحالم با خانم افشار صحبت میکنم، برای که من همیشه معتقد بودم برنامه های ما یه خورده مردان است و این یه موقعیت ممتازه که خانم افشار در تلویزیون ما برنامه دارن با اون اطلاعات و آگاهی وسیعی که دارن و با زحمتی که برای برنامه خودشون میکشن و باعث خوشحالی بسیار هست که ایشون هم بعضی وقتا بعضی از مواقع محبت میکنن و اطلاعاتی علاوه بر اینکه به من میدن، بعضی وقتا خیلی به ندرت در برنامه‌های منم شرکت میکنن. در هر صورت امروز این فرصت پیش اومده و من خوشحالم بهشون خیر مقدم میگم که به برنامه من اومدن. خانم افشار درود بر شما. درود بر شما جناب فرجی گرامی و بر بینندگان بسیار محترمتون. خانم افشار، این تظاهرات چند میلیونی که در آمریکا و سایر کشورهای جهان به مناسبت صحبتهایی که در مورد مسائل زنان مطرحه در آمریکا و به خاطر اعتراض به بعضی از روش‌های ضد جنسیتی انجام شده، میخواستم نظر شما رو راجع به این موضوع بپرسم، چون این مسئله خیلی مسئله حادی هست. بسیاری از روزنامه‌های اروپایی و افکار عمومی در آمریکا به این موضوع اشاره میکنن که تظاهرات که انجام شد به مراتب بیشتر و عظیم‌تر از همه تظاهراتی بوده که تا به حال زنان در آمریکا داشتن و در سایر کشورهای جهان.
بله بله جناب فرجی، من هم چند روزی است که به این وبسایت اینها که هست womensmarch.com/global که امیرجان قراره که این رو بر روی صفحه بگذارن تا تمام زنان و مردان جهان بپیوندند، پیوستم و بر طبق گزارش خود این وبسایت که برای من اطلاعیشون رو مرتب هر کی عضو بشه میفرستن، بالغ بر 5 میلیون در سراسر جهان از همه کشورها آمده بودن. البته ایران متاسفانه تنها کشوری بود که نپیوسته هنوز به این وبسایت، و خبر خوش این که تا چند روز دیگه این اتفاق داره میفته و من خدمتتون گزارش خواهم داد که ایرانی ها چگونه دارن به این می پیوندن و از چه طریقی. اما اصلا نه خود اینها برگزار کننده ها فکر می کردن چنین جنبش خیابانی که اصلا بی نظیر در سطح تاریخ، اونم توسط زنان بعد از سال 1911 که در اروپا انجام شد برای جنبش 8 مارچ و تثبیت روز 8 مارچ، چنین تجمعی غیر منتظره بود. نظر من رو فرمودین، من هم یکی از میلیون ها بودم که تحت تأثیر شعارهای منفی و ضد برابری آقای ترامپ در مورد چه زنها، چه اقلیت‌های مذهبی، چه سایر موضوعات بود. و این خیلی جالبه که این حرکت از یک از جمع در فکر میلیون ها بود، ولی با حرکت و عمل یک زن، یک مادر بزرگ در به نام خانم تریسا شوک در هاوایی آغاز شد که اول 40 نفر رو زیر پرچم خودش، زیر حمایت خودش اومد از دور بریا، یک شبه شدن 10,000 نفر، دیدن از دست داره خارج میشه برای مارش در واشنگتن روز بعد از قسم خوری، سوگند خوری یا تحریف آقای ترامپ، که بعد دیدن این امکان نداره توسط یک نفر یا دو نفر اینها با گروهک‌های مختلف فعالیت‌های مدنی در امریکا و سیاسی ماس گرفتن. این گروهک‌ها این حلقه زنجیر، یکی 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 همدیگر رو خبر کردن، چون گروهک‌هایی هستن که برای تساوی حقوق هستن، حقوق مدنی هستن، حمایت از مهاجران هستن، حقوق سیاه پوستان، LGBTQ همجنسگرایان، اقلیت‌های مذهبی، مسلمانان و دیگرها، حقوق بیمه‌های اجتماعی و ده‌ها مورد دیگر. اینها همدیگر رو اصلا مثل یک اسنوبال که یعنی یک توپی که برفی هست چجوری میاد تبدیل به بهمن میشه، دیگه نمیشه سراغش گرفت. این به این شکل شد این رودخانه و این جریان حرکت، چون تمام گروه ها و خواسته های گروه های مختلف رو در بر میگرفت که توسط سخنرانی های آقای ترامپ در طول این مبارزات انتخاباتی مورد خطر قرار گرفته بود. و الها اینا خودشون یه حکومت شدن، یک جنبش شدن و مرتب داره. همین امروز هم اینها در فلادلفیا جمع شدن برای تظاهر، البته نه 5 میلیون، اون 5 میلیون بعید میدونن مجددن تکرار بشه، اما جمع شدن اونجا بر علیه قانون بیمه که 30 میلیون بیمه امریکایی ها در خطر هست و قراره که جمهوری خواهان این مسئله رو امضا بکنن. حتی اینها شاهراها رو گرفتن، از زن، مرد، پیر، جوان، خردسال، چوب به دست، بر روی عصاب دست، بر روی صندلی چرخدار، سیاست مدار از سناتور گرفته تا شهردار، فرماندار، هالیوود، ستارگان مشهور، حقوق بشری، یا اصلا یک واقعه عجیب و غریب و بسیار زیباییست آقای فرجی نازنین، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این آمدن آقای ترامپ با این شعارهای
فاشیستی در واقع یه این موقع هستش که یک سیلی زد به گوش انسانهای خواب که فکر میکردن امنیتشون تضمین شده است، خطری اونها رو تهدید نمیکنه. و این رو من خیلی خوب میبینم، چون گاه میگن مردهای بزرگ زاده جنگهای بزرگ هستن، گاه اینجور وقایع انسانها رو از خواب خرگوشی بیدار میکنه، به حرکت میندازه. و اینکه جامعه به یک بار سیاسی شده، این خیلی خبر خوشی هست که در واقع حمایت بکنن از این حقوق مدنی، حقوق بشر. و ببینیم این مبارزه به کجا پیش میره، چون بسیار شورانگیزه و ادامه داره. خب خانم افشار، سوال دیگه من اینه که الان مسئله ورود ایرانیان، میدونید که ایرانی ها رو آوردن جز گروه های مثل لیبی و نمیدونم عراق و سوریه و یمن و سومالی و اینا، که اکثر این کشور اصلا تو حکومت درست حسابی ندارن. در یمن که حکومتی وجود نداره، یه مقدارش که عربستان سعودی داره با هواپیما میزنه مردم به غیر نظامی رو میکشه، حوثی ها در جایی دیگه دارن میجنگن، اونا هم آدم میکشن. در نمیدونم مثلا فرض کنید لیبی اصلا حکومتی وجود نداره، در سومالی همینطور، در خیلی بعد ما هم قاطی کردن با اینا که ورود ایرانی ها به امریکا باستی تحت شرایط خیلی شدید قرار بگیر. در این مورد من میخواستم ببینم که شما به عنوان یک زنی که فداکار به اصطلاح فداکاری میکنید در این مسائل، بسیار طرفدار حقوق مدنی هستید، طرفدار حقوق بشر هستید، فعالیتاتون رو من دیدم علاوه بر امریکا در مسافرتایی که به نقاط مختلف جهان میکنید، سخنرانی هایی که میکنید همیشه به این مسئله تکیه میکنید. میخوام ببینم که شما چه دعوتی دارید از زنان ایرانی به خصوص در این مورد و مسائل مربوط به تبعیض جنسیتی. بله بله، ببینید البته این هنوز قانون نشده، این یکی ببینید 100 روز اول ریاست جمهور جدید مملو از تبلیغاته، مملو از جنجاله، برای اینکه مبارزات امیدها و شعارها و قولهایی که در مبارزات انتخاباتی داده بگه من دارم عمل میکنم. اینها رو یکی یکی مثل تیر میندازه و مطبوعات رو مشغول میکنه. این صحبت آقای ترامپ در مورد جلوگیری از کشورهای مسلمان که ایران هم متاسفانه به جزوش رفته، جز 7 کشور هستش که ایران هم هست، این هنوز قانون نشده، هنوز توسط خود ترامپ هم امضا نشده، تهدیدش رو دیروز کرد. اما اگر هم امضا بشه برای موقتاً مدت 30 روز خواهد بود، و همون گونه که شما در برنامه‌تون در شروع برنامه توضیح فرمودید، این رو خواستن که از کشورها با اینا همکاری کنن برای امنیت، و اگر کشورهایی حمایت نکنن وزارت سفارتخونه هاشون دوباره این یک ماه تمدید میشه. تا این به صورت قانون در بیاد، الان فعالین مدنی هم مراقب این قضیه هستن، همین جنبش زنان وومنز مارچ، اینها گروه های مختلف، اینا منتظرن ببینن کجای این قانون نقص قانونی داره، نقص حقوق بشری داره، نقض میکنه حقوق بشر رو، و ایستادن ساکت نخواهند بود. این هنوز قانون نشده. من امروز خیلی واقعا چند دانشجوری که اینجا ویزای دانشجویی دارن دوچار خوف و وحشتی داشتن که اینا رو بیرون کنن. این مطلقا شامل حال دانشجویی که فعلا در اینجا هستن نیست، و فعلا هم اگر امضا بشه که هنوز امضا نشده، موقت به مدت 30 روز خواهد بود و هنوز به صورت قانون در نیامده. چگونه به صورت به این آسونی هم نیست، جنگ و دعوا، یعنی رئیس جمهور قوه مجریه، قوه مقننه که نیست، قوه مقننه اول باید تصویب بکنه بعد به صورت اجرا در بیاد. اینه که جوانها زیاد وحشت نکنن، هنوز کسی رو از اینجا قرار نیست که دانشجو هست بیرون کنن، یا هنوز همین به اجرا در نیامده. اما بله، همونطور که شما فرمودین، ایران اصلا در این قضایا، یعنی اشاره آقای ترامپ به کشورهاییست، این کشورها رو اینکلود کرده که کسانی هستن که از داعش و از القاعده و گروه های تروریستی داره حمایت میکنن، در حالی که این کشورها یعنی چیز دارن، اثر انگشت دارن، در حالی که این گروه هایی هستن که خود جمهوری اسلامی داره با اینا جنگ میکنه.
گروه های مثل القاعده و گروه های مثل آیسیس و کشورهایی که به قول خود شما مثل عربستان، مثل پاکستان، افغانستان، اینا دست پرورده و اصلا تمام این بمبگذاری تو خود امریکا از اون ساختمان های دولو گرفته تا اتفاقی که در بوستون افتاد توسط اون دو برادر چچنی تا در فلوریدا، اینا هیچ کدوم از این کشورهایی نبودن که آقای ترامپ اینا رو ممنوع کرده، به ویژه ایران رو. قصد دیگری سیاسی پشت این مسئله که آقای ترامپ همون گونه که دیوار رو، قصد دیگری هست که این 80% کالای مکزیکی داره به امریکا میاد و اقتصادش واقعا به امریکا وصل هست، اونها از دیوار نمیترسن، از قطع این رابطه اقتصادی میترسن و این هم یک قصد دیگری هست که ایران رو اینکلود کردن در این ماجرا. اما ما باید خوشبین باشیم باز به حرکت‌های حقوق‌های مدنی و نوشتن نامه به سناتورها، اعتراض کردن به هر صورت در شبکه‌های اجتماعی. باور کنید حتی تجمعات کوچک کوچک زیر در خیابان، در پشت درهای بسته، باور کنید که بی تأثیر نخواهد بود. انسان‌ها خودشون حکومت هستند، میتونن حکومت باشند، میتونن تأثیر گذار باشن، چه با یک قطره آب، چه با یک تلنگور، چه با دریایی از قدرت و ثروت. من کاملا با نظرت موافقم خانم افشار و اعتقاد دارم که ما در خارج امکاناتی داریم که کسانی که در داخل هستن این امکانات رو ندارن. ما همه به شرایط پلیسی و امنیتی داخل ایران واقف هستیم. همین تو برنامه امروز هم گفتم وقتی در هیچ کجای دنیا سابقه نداره خبرنگار رو بگیرن شلاق بزنن بگن تو چرا خبر خلاف مخابره کردی. حالا در یک همچه شرایطی پس بنابراین وظایف ایرانی ها در خارج از کشور میتونه دو برابر، سه برابر و چند برابر باشه. یعنی ما با امکانات که داریم، حتی اصلا لازم هم نیست که من بگم که همه زندگیتون رو ول کنیم بیاین در تظاهرات، ولی حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که به کاخ سفید، به وزارت امور خارجه، به دستگاه های امنیتی نامه بنویسیم که آقا 1,200,000 نفر ایرانی در آمریکا زندگی میکنن، اینا خانواده دارن و نمیشه به این راحتی جلوی رفت آمد ایرانی ها و دانشجوها و نمیدونم کسانی که برای بازدید از عزیزانشون میان گرفت. اگر با حرف من موافقین، شما اینطور که من شنیدم یک کمپین هم دارید راجع به این مسائل، خب اعلام بکنید که چجوری میتونن با شما تماس بگیرن، چگونه میشه از این شرایطی که حاکم هست از زنان و مردان ایرانی در خارج از کشور استفاده کرد و اینا رو بسیج کرد برای اینکه اعتراض کنن به این قوانینی که جای ورود ایرانی ها رو به آمریکا میگیره. این کمپین کمپینی هست که الان حضور داره، همین کمپینی که از هزاران و صدها گروه فعال اجتماعی و برگزار کننده، تدارک دهنده، اصلا کسانی که متخصص این کار بودن در سطح بین الملل تشکیل شده. وبسایتش الان بر روی صفحه هست womensmarch.com/global و وبسایت ایرانی ها هم تشکیل شده هنوز تا چند روز دیگه و ایمیلش که هست iranianwomensmarch.com، یعنی همون وبسایت قبلش یک ایرانیانز میاد که ایرانی ها میتونن خواسته های خودشون، تقاضاهای های خودشون و این وصل خواهد بود به همین وبسایت عظیمی چند میلیونی و کارهای ایرانی ها، خواستون، تقاضاهاشون، هر جا که بخوان جمع بشن اینها اعلام میکنن و من فکر میکنم یه حرکت باید زنجیره‌ای باشه. ایرانی ها به تنهایی نمیتونن کار کنن. الان زنان ایران واقعا غیور هستن، نشان دادن شجاعت خودشونو، اما هر جا که چند نفر جمع میشن دستگیر میشن و این یه حرکت بی خطره، یه حرکت خزنده بی خطره از طریق شبکه‌های اجتماعی. اگر فرضاً در همون روز زنان ایران مطلع بودن، 1,000,000 زنان ایران در خیابان میومدن، مثلا به ناچار اونهایی که مخالف حجاب اجباری بودن حجاب رو برمیداشتن، ببینین چه نمایش زیبایی بود. این حرکت ها رو و تنها راهش پیوستن، تماس گرفتن از طریق شبکه‌های اجتماعی، وابسته شدن، حرکت کردن، نامه نوشتن و من باز اطلاعات بیشتری در چند، چون الان مشغول این حرکت ها خودم هم دارم خیلی روش کار میکنم که برای اینکه کمک بشه، ما تنها کاری که میتونیم اطلاع رسانی
برای اینکه اطلاع رسانی بشه به داخل ایران و خارج از ایران هم، که به هر حال دیگه این آزادی هست، گروهک ها هستن، هر کس حد وظیفه خود، مثل کاری که شما دارین میکنین. لطف کردین الان من رو دعوت کردین تا این اطلاعات کوچک رو خدمتتون بدم تا هموطنان بشنوند. خیلی سپاسگزارم خانم افشار از این محبت که کردید، اومدید به برنامه من و راجع به این مسئله صحبت بکردید. امیدوار هستم که این همکاری ما ادامه پیدا بکنه. در دفعات آینده اگر فرصتی بود، شما میدونم که خیلی گرفتارم هستید، تشریف بیارید در برنامه بنده و به عنوان مهمان نظراتتون رو ابراز بکنید. خیلی سپاسگزارم ازتون. من شما بسیار سپاسگزارم و از شنوندگان بینندگان محترمتون که توجه دادن. خیلی ممنونم. خیلی سپاسگزارم. خب عمیانان گرامی، و همینجا برنامه من به پایان رسید. با سپاس از امیر شهرتی که سرماخوردگی شدید داره، صداش خروسک گرفته، و من از همه پزشکایی که دارن برنامه من گوش میکنن خواهش میکنم به امیر تلفن کنن به تلویزیون و بگن که چگونه میشه جلوی این خروسک صداشو بگیرن و این سرماخوردگی صداش کاملا گرفته خوب بشه. با سپاس از شما همیهنان گرامی که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.